چو از تلخ است با شیرین زبانی حکایت سر کنم آنسان که دانی. همیشه در فرهنگ ایرانی زبان طنز استفاده شده برای بیان حرفهای ممنوعه، کاری که حسین توفیق در اردیبهشت ماه سال 1302 با یک ایده ناب بنای مجله طنزی رو به نام توفیق رو گذاشت، مجله‌ای که به بیان مسائل سیاسی از زبان طنز می‌پرداخت و اونها رو مورد نقد قرار می‌داد. حالا در لس آنجلس صدومین سالگرد تأسیس مجله توفیق گرامی داشته شده. 100 سال پیش در زمان سلطنت احمدشاه قاجار، دایی بزرگ ما با این شعر، با این جملات و با این ایمان و روش که در خیمی آید، نخستین شماره روزنامه توفیق را به بهای 6 شاهی در تهران منتشر کرد. دایی بزرگ ما شاهزاده حسین توفیق، سردبیر و شاعر و نویسنده روزنامه فکاهی قبل از اون بود، بعد تصمیم گرفت که خودش رو روزنامه خودش رو در بیاره. این شد که اولین شماره رو در 30 اردیبهشت سور میگفتن موقع 1302 منتشر کرد و هدف این بود که با شوخی و خنده بشه حقایقی که نمیشه به جد گفت گفته بشه. دکتر توفیق خودش اونجا هستند، از دوران نوجوانی و کادر تحریری توفیق بودند. میدونید که در این یک قرن گذشته، البته همه قرن، در به اصطلاح قبل از انقلاب، تعداد زیادی از مجلات طنز روش کردن، متولد شدن، روش کردن و نتونستن دوام بیارن، ولی دلایل مختلف عمدتاً سیاسی داشته، گاهی هم تندروی هایی بوده که نتونستن دوام بیارن. این مجله توفیق به این دلیل که به نظر من میاد البته خط متعادلی رو دنبال کرد، تا قبل از کودتای 28 مرداد شاه و روحانیت رو هم مورد انتقاد قرار میداد، بعد از اون این مدار دست به عصا رو رفت و به اونها کاری نداشت. علی‌رغم این البته در دورهای مختلف هم بستنش در مجموع 50 سال دوام آورد و یکی از به نظر میاد که با دوام ترین مجلات طنز ایران بوده. در منزل ما همیشه دعوا بود سر نشریه توفیق. من یادمه که خیلی سعی میکردم با عجله برسم به خونه توفیق رو بخونم، چون اگر من نمیرسیدم و بابا اول میرسید دیگه ما توفیق نمیرسیدم. توفیق یک نشریه بسیار مترقی بود در زمانی که امکان چاپ چنین نشریات مترقی در ایران واقعا ممکن نبود در دوره پهلوی. مضافاً بر اون، مثل بسیاری آثار طنز کلاسیک دنیا، این افکار انتقادی رو به یک زبان زیبا و از طریق طنز مطرح می‌کرد و خیلی به دل مردم نشسته بود. توفیق به دنبال آزادی و رهایی انسان بود، نه فقط انسان ایرانی هم بدنش، برای تمام انسان‌های کره خاک. استقبال کردم از کاری که دکتر عباس توفیق کرده، سالمی سالگرد و یک ویژه‌نامه داده و این ویژه‌نامه رو شرکت کتاب افتخار داره که پخش کرده. به هر حال عاشق توفیق هستیم، هنوزم هستیم، خواهیم بود. مقام امن و می بیغش و رفیق شفیق صفا نداشت بدون جریده توفیق. توفیق حدود نیم قرن در ایران منتشر شد و در زمان آخرین توقیفش یکی از کهنسالترین نشریه‌های تاریخ مطبوعات ایران هم به شمار می‌رفت. امیر گیتی، صدای آمریکا، لس آنجلس.